عدم رعایت بهداشت و نظافت از سوی قصابان و سلاخی های جنوب شهر هرات باشندگان این منطقه مسکونی را به چالش مواجه کرده است. مسئولان اداره حفظ محیط زیست هرات وضعیت منطقه پایین آب این ولایت را از استغفار خوانده، از کم توجهی مردم و اداره شاروالی انتقاد می کنند. در همین حال اداره شاروالی هرات ذبح حیوانات در این ساحه را غیرقانونی دانسته بر انتقال قصابان جنوب شهر هرات به مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه سخن میگوید. همکارم رسول عظیمی در گزارش به این مسئله پرداخته است که با هم میبینیم. تعفن و گندیدگی کثافات ساحه مسلخ از سابقه شهر هرات که در جنوب این ولایت واقع شده، زندگی باشندگان و دکانداران این منطقه مسکونی را به چالش کشیده است. جویچه های مملو از مواد فاضله حیوانات، قصابان با لباس های چرمین خونین رنگ و افتاده بودن اعضای قطع شده حیوانات ذبح شده در کنار پیاده‌روها، حال و هوای این منطقه را کاملا رنگ و بوی دیگری داده است. منطقه پایان آب در جنوب شهر هرات یکی از مناطق فقیر نشین است و بیشتر در این مسیر اطرافیان دامنه کسب گسترده اند که با فرهنگ شهر نشینی و رعایت حقوق دیگران کمتر آشنایی دارند. شکم به گسپند و گو اینا را هم خیلی میکنم، رودار میندازند و گیشته اذیت نیم، همه مردم اذیته، یعنی به می جوال اکتیر شده به می دام میشه تا به مو آخر بریم نگاه کنیم همین های دیگه چی گفتند داریم خود چه ما میبینیم. جایی باشه که مردم سلاخی ببره جایی دیگه کت کنه، اینجا جایی نیست. افزایش آلودگی های زیست محیطی یکی از مواردی است که در این سالها بیشتر عطف توجه شده و هر از گاهی مسئولان اداره محیط زیست هرات از آلودگی های روز شمار زیست محیطی هشدار داده اند. مسئولان این اداره وضعیت کشتارگاه سابقه شهر هرات را اسف بار خوانده، بر توقف از ذبح حیوانات در این ساحه مسکونی تاکید می ورزند. متاسفانه بسیار افتضاح آمیز است، دردآور است، رنجآور است. مواد میکروبی و ویروسی رو اینجا میگیرن پروسس میکنن و تمام همین شتلی ها و استخوان ها و لجن ها رو به داخل جو میریزن. در همین حال اداره شاروالی هرات از ذبح خودسر و غیر قانونی قصابان و سلاخان در کشتارگاه سابق حیوانات سخن میگویند. با گفته این مسئولان اداره شاروالی هرات از چندی پیش کشتارگاه حیوانات را به شمال شهر هرات انتقال داده، اما شماری از قصابان این مسیر از رفتن به مسلخ جدید هرات ابا می‌ورزند. آنها می‌گویند با آنکه همروزه کثافات این منطقه از سوی کارمندان شاروالی هرات به بیرون از شهر منتقل می‌شود، اما کم توجهی قصابان در پاک نگه داشتن شهر تعفن و بدبویی این منطقه را رقم زده است. چندین دفعه برخورد صورت گرفته، بعضی دلایل، بعضی پیشنهادات شهروندان ما یا امی مستاجرین کنجی بوده، موقتا برای چند وقتی وقت گرفتن تا او مسلخ به شکل اساسی و بهتر اجرا شود. این در حالی است که همساله با نزدیک شدن فصل سرما و آغاز بارندگی ها در هرات، شمار زیادی از جویچه های کناره پیاده روها به علت موجودیت کثافات مسدود می شوند.